دادگاه عالی لندن حدود یک ماه پس از صدور حکم استرداد جولیان آسانج، مؤسس و مدیر سایت افشاگر ویکیلیکس به سوئد، به وی اجازه استیناف داد. با این تصمیم قاضی، آقای آسانج می تواند نسبت به حکم استرداد خود از دیوان عالی بریتانیا که بالاترین مرجع قضایی در این کشور است، تقاضای تجدید نظر در حکم صادره را بکند. دادستانی سوئد در صدد محاکمه جولیان آسانج 40 ساله به اتهام تعرض و تجاوز جنسی به دو زنی است که سابقا برای مؤسسه ویکیلیکس وی کار می‌کردند. همزمان گروهی از حامیان وی با تجمع در مقابل دادگاه خواهان آزادی و عدم استرداد وی از بریتانیا به سوئد شدند.